در همین رابطه با شهران تبری همراه هستیم، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از لندن. خانم تبری، بریتانیا به طور اساسی خیلی حساسه در مورد اینکه کودکان با والدینشون بزرگ بشن و البته در مورد والدین در واقع کودکان بد سرپرست بسیار قاطع عمل میکنه، اما ظاهرا این بار این موضوع در منجر به یک درگیری در لیدز شده. درسته. ببینید، دو نیروی دولتی هستند که خیلی مورد نفرت کسانی مثل همین محله هرهیل هستند، که خب اگرچه شورای شهر گفته، شورای شهر لیدز گفته محله رو بدنام نکنید و به رسانه ها اخطار کرده که با شبکه های اجتماعی که خلاص مواظب باشین در اونچه که میگین، همه مردم یه جور نیستند و غیره، ولی در این مناطق، در این منطقه کسانی هستند که خب درگیر بزهکاری، خلافکاری، اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و این جور مسائل در گوشه‌هایی از این محلات دیده میشه. و این اتفاق وقتی میفته که یک کسی گزارش میده که با بچه‌ها داره بدرفتاری میشه، این خیلی معموله وقتی این جور خانواده‌ها خشونت اعمال میکنن نسبت به زن، نسبت به کودکان، و اون وقت خب مددکارهای اجتماعی مجبور هستن که درگیر بشن و بچه‌ها رو ببرن به جای امنی، به خانه های امن. این حادثه هم اینطور شروع شده. وقتی مددکارا میرن به این خونه، شروع میکنن دعوا کردن و مقابله کردن، تقابل کردن با اونها، و اونها هم پلیس رو صدا میکنن. دیگه پلیس وقتی میرسه همه میریزند و این درگیری پیش میاد. میدونید این مسئله یه که وقت خیلی وقتا، نه خیلی وقتا، گهگاهی در چنین مواردی رخ میده و متاسفانه منجر به خشونتهایی در اون محلات میشه. در چند وقت اخیر خانم تبری موضوع رو زیاد دیدیم در بریتانیا، اینکه آشوب‌های مختلفی در بخش‌های مختلف و در شهرهای مختلف بریتانیا پیش بیاد. ریشه اصلی اینها چیه؟ همونطور که گفتم، ریشه اصلی مسائلی هستش که حالا در محله‌هایی که از نظر رفاه اجتماعی پایین‌تر هستن یا در بزهکار هستند، در کارهای خلاف قانون شرکت دارن، اینها با پلیس درگیر میشن. این یک نکته است که در مورد همین محله هرهیل در لیدز اتفاق افتاده. بعضی وقتا میبینید مسائل قومی یا مذهبی و اینها میتونه زمینه ساز چنین درگیری هایی باشه، ولی این بار در این منطقه این موضوع اصلا نبوده، یعنی اصلا مسئله درگیری های مذهبی یا قومی نبوده، بلکه همین مسئله تنش خانواده های که خب به هر حال نمیخواستن بچه هاشون رو بذارن ببرن، با مددکارای اجتماعی. میدونیم این واقعا دلسوزی داره این مددکارای اجتماعی وضعیتشون، چون اگر برن دخالت کنن با خشونت و با مقاومت خانواده ها روبرو میشن. اگر دخالت نکنن بعد این بچه ها یا زنی کشته بشن یا آسیب ببینن، بعد این مددکارها مورد شماتت و سرزنش و غیره قرار میگیرن. و ولی واقعا اون چی که هستش اینه که مشکل خیلی بزرگیه، در البته همه گیر نیست، همه جا نیست، در همه جا همچین اتفاقایی میفته. میدونین تا مثلا حدود 25-6 سال پیش، من خودم وقتی که در شورای شهر بودم، این دخالت پلیس در منازل مردم غیر قانونی بود، یعنی پلیس نمیتونست از در خونه کسی بره تو اگه حتی یک نفر داشت کشته میشد. ولی بعدن خیلی تلاش شد، خیلی به اصطلاح کسانی که مخالف این موضوع بودن، فعالان اجتماعی، شروع کردن به تلاش کردن برای اینکه این اتفاق نیفته، چون خیلی ها کشته می شدن و پلیس پشت در وایساده بود، نمیتونست کاری بکنه. بنابراین از وقتی که میتونن دخالت کنن، خب این خانواده ها نمیخوان، برای خاطر اینکه میخوان به کار خودشون ادامه بدن و نباید ادامه بدن، نباید گذاشته بشه که بچه ها رو بهشون خشونت بکنن یا کتک بزنن. میکشن بعضی وقتا برای اینکه میگم یا معتادن یا دچار میدونین حالتهای خیلی شدید روحی میشن و این اتفاقا میفته. باید پلیس و مددکارها از این اتفاقات جلوگیری بکنن و این اتفاقا در همه جا هست، فقط خاص انگلیس نیستش، در کشورهای دیگه هم ما میبینیم که خشونت علیه بچه ها یا خشونت علیه زن ها یکی از مسائل درگیری های پلیس با مردمی هست که اعمال این خشونت ها رو میکنن.
خیلی ممنونم شهرام تبری، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از لندن.